بعد از تحولات اخیر، سوالی که پیش اومده اینه که نظام چه مسیری رو میخواد بره؟ یا بهتر بگیم، استراتژی خامنه‌ای در حال حاضر چیه؟ 1. همه شواهد نشون میدن که خامنه‌ای داره مسیر بسته‌تر کردن نظام، یعنی سیاست انقباض رو میره. انقباض یعنی استمرار فعالیت هسته‌ای، گسترش تروریسم منطقه‌ای و پروار کردن مزدوراش تو منطقه و موشکی و غیره. 2. بچه برجسته تر این سیاست تو داخل ایرانه، یعنی اعدام، سرکوب مردم، فشار روی زندانیا و از همه مهمتر حذف کامل باند رقیب یعنی روحانی و جریان اصلاح طلب قلابی که در انتخابات نمایشی مجلس تو اسفند ماه گذشته کلید خورد. 3. خامنه ای دنبال بیشترین کشتار در داستان کرونا است و به همین خاطر هم خرید واکسن را ممنوع کرد. اما این سیاست ضد انسانی مردم رو هرچی بیشتر عصبانی میکنه و قطعا هزینه سنگینی برای نظام خواهد داشت. 4. تا جایی که به غرب برمیگرده میل به توافق با رژیم رو داره، ولی با شرط و شروط خودش. واقعیت اینه که آمریکا و اروپا اصلا حاضر نیستن یک طرفه به رژیم امتیاز بدن و نگاهی به اظهار نظرهای مقامات دولت جدید آمریکا این رو روشن میکنه. 5. بنابراین رژیم داره با تفنگ خالی از حریف اخاذی میکنه. این قمار ریسک بالایی برای خامنه ای داره و روی سر خودش خراب میشه. 6. سال 99 و انتخابات خرداد 1400 خیلی پرتحوله. قیام های 96 و 98 صحنه رو کاملا عوض کرده و کانون های شورشی هر روز دارن گسترش پیدا میکنن. رژیم در تعادل بسیار پایین تری نسبت به گذشته است. در یک کلام، سیاست بسته شدن جبر نظام برای حفظ بقاشه، وگرنه خودش هم تمایلی به اون نداره. اما این بسته شدن مثل تیغ دولب میمونه، میتونه نابودش کنه. تو چنین شرایطی حرف اول و آخر رو مردم ایران و کانونهای شورشی میزنن. قیام تنها جوابه، شورشگران پیروزی میسازن.